سلام امیدوارم که خوب باشید ما همینجا کوکتل تی امروز میخوایم یه کوچولو هم صحبت کنیم راجع به این چند روزه و چیزایی که یاد گرفتم و کلا اتفاقاتی که افتاد همونطور که میدونیم خب اید شد امیدوارم که تا اینجا سال خوبی رو بوده داشته باشید به قول پوریا پوتک که اونم داره به زودی برمیگرده به زندگی طبیعی و میخواد یوتیوبش رو شروع کنه اگه خبرها رو دنبال کرده باشید و امیدواریم که مثل همیشه بیاد و بهتر کنه شما هم امیدوارم که ایده خفنی داشته باشید قرن جدید و با کلی فکر ایده و انرژی جدید و زیاد شروع کنید و برید واسه اینکه که بتونید یک زندگی خیلی بهتر و عالی تر داشته باشید من یک کوچولو سرما خوردم همونطور که میدونید یه 13 14 روزی ما مسافرت بودیم رفته بودم استانبول برای کنسرت ها که از کنسرت پایدار و انتونز و زدبازی یک سری گزارش تهیه کنم و یه سری حالا با هم ببینیم که چه خبر بوده و این حرفا که اونا به ترتیب ویدیوهاش میاد چون یه سری حرفا داره زده میشه که نمیدونم چرا داره زده میشه واقعا ربطی به کنسرت ها نداره یعنی اون اتفاق تو کنسرت ها نیفتاده بود و با هم بررسی کنیم نقطه ضعف و قوت ها کنسرت ها رو که اونا میگن به زودی پشت هم منتشر میشن یک رب هواشی داریم و اینا کلا میخواستم مثل دیلی بلاگ که توی چنل دو داشتیم یه سری حرف اینجا بزنم چون یه کوچولو من خیلی عوض شدم تو این چند وقت یه سری چیزا یاد گرفتم و میخواستم اینا رو با شما هم در میون بذارم شاید به یکی دو نفر کمک کنه که بتونن حال بهتری داشته باشن و تجربیات بهتری داشته باشن و اگه مثل من حالا یه سری تجربیات تلخ و دردناک داشتن بتونن که در توش خوب آقا ما رفتیم سمت به حال استانبول و کنسرت ها و این حرفا و یه سری از رفیقامو که خیلی وقت بود ندیده بودم و یه سری ها که کلا ندیده بودمشون فقط تو اینترنت با هم به حال مراوده داشتیم و حرف می‌زدیم اینا رو دیدم و دمشون گم دمشون گرم سینا خوتن پارمیدا موقانی کیارش فتحی و فیم ساجی خیلی از بچه های دیگه که این چند وقته دیدم حالا یه سری اتفاقا افتاده بین سینا و فیم ساجی که حالا اونا هم مصاحبه سیناب میاد و اینا اونا رو قشنگ بررسی میکنیم چون من خودم هم تو این داستانی جاییشو به حال اطلاع دارم حالا ولی خلاصه رفاقت ها به این که میدونیم مثلا بعضی هم آقا فلانی مثلا به تبلیغ کرده فلان مثلا چه میدونم بیساری چرا باش رفاقت میکنی خب اشتباه میکنن خیلی ها تو زندگیشون ولی اون حالا تجربه که با هم دارید و حسایی که از هم میگیرید خیلی متفاوته برای همین هیچ وقت نمیتونی بیای بگی که مثلا چه میدونم فلانی فلان کار میکنی چرا باش رفاقت داری چون رفاقت از حالا دنیای بیزینس و زندگی خود طرف جداست حالا از این موضوع که بگذرین خب طور که میدونی من این مدت حالم بد بود الان هم اصخایی میکنم صدام گرفته مریض شدم سیزده چهار در روز سرپا بودیم همش تو راه استانبول ماشالله بزرگ هر وقت میخواستیم بریم سمت کنسرت ها. دو ساعتی تو راه بودیم و دو ساعت هم برگشت و دیگه اینا یکم کم آورده یکم هم مریض شدیم ولی خلاصه که این دیگه روی ببخشید روی کارا تاثیر نمیذاره و کارا رو میریم واسه اش میخواستم اینو بهتون بگم که وقتی رفیقامو دیدم و بعد چند وقت و حالا اونایی که خیلی ندیده بودمشون شما نزدیک دیدم انقدر انرژی و حس خوب بهم به دادن که یو با خودم گفتم آقا این همه دوست خوب داری تو و تو داری تمرکز تو گذاشتی رو کسایی که حالا شاید قلبا دوستشون داری ولی خب اون انرژیو بد نمیدن اون حس نمیدن و این تمرکز همش رو یا همش تمرکز رو منفیاس میدونی چیزای منفی اتفاقاتی که میفته حالا مرگ و میرایی که اتفاق افتاد این چند وقته و حالا جای خالی هایی که قرار نیست پرشه تو سال جدید همش تمرکز رو اینا سر حال که همچین آدمایی هستن و این همه زندگی جالب و باحال داره تو اتفاقاتی که هم افتاد تو امسال خب من عرفان رو نزدیک دیدم که خب عرفان بچگی با انگوش بزرگ شدیم انقدر بودم شاید و زمانی که حتی دبستان می رفتیم و اینا با آهنگای عرفان بزرگ شدیم خیلی دیگه هم بودن و با آهنگاشون بزرگ شدیم ولی خب عرفان دیدم و رو در رو دیدمش اولا که دیدم چقدر سنش رفته بالاتر و خب یکم می این که دیگه میدونین که سن انقدر رفته بالا رپرا که باشون زندگی کرد به احتمال این که حالا شاید دیگه بعد دیگر مدت نخونن و اینا هست و حالا به جز این داستان وقتی عرفان رو در رو دیدم انرژی به شدت مثبت آروم با اینکه سری هواشی ها بود و یه سری اتفاقا بود و خب این یکی از عرفان که از کسایی بود که اون زمانی که به هر حال ما سنمون کمتر بود و کارهای حرفه‌ای میکرد و تو ماهواره و اینا می‌دیدیمش موزیک ویدیوهای باحال و این حرفا کسایی بود که خب خیلی دوستش داشتم چه خودم چه حالا خواهرم و اینا و ببخشید باز و وقتی باش رو در رو شدم داشتم برمیگشتم روزی بود که خیلی خسته بودم چون تا عرفان خیلی رامون دور بود تا هتلش رفتیم شب قبلش هم نخوابیده بودم سه ساعت خوابیده بودم رفتیم و برگشتیم و تو مترو بودم با کمر درد و حال بد داشتم این فکر میکردم که چرا من الان میتونم با ارفان رفاقت کنم یا ببینم بشن نزدیک باشم و مصاحبه کنم و بدونه که بیزینسی این وسط باشه میدونی خیلی بیاد اینجوری داره به من حال میده و جیدال رو نزدیک دیدم جیدال چقدر هوا منو داشت و چقدر انرژی بهم به داد و این حرفا داشتم به این فکر میکردم حتی با سامان ویلسون یه سری بحثات شما قرار بود سامان ویلسون رو ببینیم میخوام کل اینا رو بذارم بغل هم بهتون بگم سامان ویلسون رو دیدم حتی بچه های ونتونز و اینا که حالا دفعه قبل بچه های ونتونز رو دیده بودم حتی شایه اینا حالا افتخار این پیش نیومد که ویلسون رو نزدیک ببینیم چون هم سر ویلسون خیلی شلوغ بود هم بعد برمیگشتم اینا ولی خلاصه میخوام این اشاره کنم که داشتم به خودم فکر کردم که چرا من بعد با این آرتیست الان رفاقت کنم آرتیستایی که این همه مدت آیدلای ای من بودن و باشون حال میکردم حتی دوستشم شبیشون باشم یه زمانهای <coughs> <coughs> عذر میخوام دوباره و اینها و این دلیلش چیه داشتم این فکر میکردم که خب شاید همه اون یه سری کارهای خوب تو زندگی همون کردیم که همیشه هم دوستشیم بازگشت داشته باشه و ناراحت شدیم از اینکه بازگشتی نداشته فیدبکی نداشته برای مثال یکی رو کمک کردی دستشو گرفتی و طرف خیلی راحت از بغل اون گذشته و شما ناراحت شدی عصبی شدی و حتی با اون طرف دعوا کردی که چرا فیدبک به من نمیدی حالا فیدبک میتونه رفتار خوب باشه یعنی چرا خوب رفتار نمیکنی یا چرا ممنون نیستی از این حرف و این اتفاقم خیلی تو زندگی من افتاده بود و من خیلی روی این تمرکز داشتم که چرا و این داشت عصبی میکرد خیلی خیلی روزا عصبی بودم سر اینکه چرا چرا این دا اتفاق داره میفته و بعد از اینکه حالا عرفان دیدم دقیقا من این فکر کردم که همین داستان کارما و فلان و اینا میگن الان این اتفاق داره با سمم میفته که خیلی شاید راحت یه چیزی که شاید آرزو خیلی است و من اینو نمیدیدم که آقا این آرزو خود من بود توی گذشته که با آرتیست ها در ارتباط باشم یعنی روزی که من یوتیوب شروع کردم فکر می که کلی ویو میگیرم چون کار اون موقع که این کارو شروع کردم کسی تو این کار نبود و بچه هم که بودن تازه با خود ما یعنی همزمان تقریبا توی بازه زمانی شروع کرده بودیم و حرفا و حالا اون کارایی که ما میکردیم و نمیکردم بچه های دیگه میکردم. خلاصه اینجوری بود که میگفتم همیشه ذهنیت این بود که آقا من ویوم رو میگیرم چون تو این کار واردم و فلان و اینا ولی هیچ وقت فکر نمیکردم که با این همه آرتیست رفیق بشم از بچه های بازی بگیر و انتونز پایدار تا خیلی های دیگه و حتی بچه های ملتفد که حالا با هم صحبت های رو داشتیم و این اصلا هیچ وقت فکر اینا نمیکردم که ما یه روزی با بچه ها حتی هم کلام بشیم چه برسه با اینکه با خیلیشون دوست بشیم رفیق بشیم و این داستان ها و یا با خودم گفتم ببین اون فیدبکه که تو منتظرشی از اون شخص بگیری تو داری از جای دیگه میگیری پس بهتره تو اگه میخوای یه کار خوب بکنی اون کار خوب واسه دل خودت بکنی تو وقتی یه کار خوب میکنی دو تا اتفاق میفته همه اینا تو مسیر مترو بعد از اینکه با ارفا ملاقات کردم مصاحبه گرفتیم زد بزنم که مصاحبه هم داره میشه به زودی میاد وقتی یه کار خوب میکنی دو تا اتفاق میفته یک اینکه حالا خود خوب میشه چون این کار خوب انجام دادی و حالا یه نفر خوب میکنی که حال خوبی اون یه نفر بعدا توی زندگی تو تاثیر میذاره پس تو نمیخواد تمرکزت رو این باشه که چرا آقا فیدبکی از سمت شخص خاصی که حالا بهش کمکی کردی نداشتی و اینو میخواستم بهتون بگم که زندگی دو حالته همه بدبختی کلی هست کلی اتفاق هست مهم اینه که ما چجوری نگاه میکنیم میدونی همیشه خب اینو خیلی جاهاش شنیدیم ولی اینو من واقعا تجربهش کردم این وقت و میشه گفت بهترین عیدمو داشتم با اینکه خیلی اتفاق افتاد مرگ و میر داشتیم جدایی داشتیم و شکست عشقی داشتیم خیلی اتفاقات عجیب غریب حتی مشکلات مالی و این حرفا زیاد بود کمکاری یکم رو تو کریرم افت کردم همونطور که خواهمت خب همتون میدونید همه اینها بود ولی چشمو که باز کردم دیدم ببین اینجوری زندگی یا خوبه یا خوبتره مهمه که توی چه جوری میبینی و اگه بد نگاه کنی زندگی بد و بدتره ولی اگه خوب نگاه کنی زندگی خوب و خوبتره و با نگاه خوب و کار درست میشه که اینو جمع جورش کنی بری به سمت مسیر درست پس تمرکزتون رو چیزای درست بذارید یاد <تصفح> بگیرید چیزایی که غلطه رو بریزید دور چیزایی که میره رو مختون بذارید کنار یا اگه قدرتش رو دارید باش کنار بیاد و بسازیدش درستش کنید و یه حرف خوب الهی قمشه میزد میگفت که خوشحالی در انجام وظیفه است میدونی وظیفه که خودت واسه خودت انتخاب میکنی یا میدونی تا اگه امشب میخوای بخوابی با خودت برنامه داری که صبح زود پاشی باید صبح زود پاشی چرا خیلی تو فکر کنم تجربه کردیم وقتی صبح زود پا نمیشی و با خودت گفته بودی که صبح پا میشم اون روزت به یند کشیده میشه چرا چون وظیفه که خود واسه خودت گذاشته رو انجام ندادی و اینجوری خیلی راحت با استپای کوچیک گوشیم زنگ خورد با استپای کوچیک زندگی رو میتونی که درستش کنی خیلی سختی تو راه هست ولی بس داری که چجوری جوری می‌بینی با آدمایی که انرژی مثبتن قلب خوبی دارن اون سختی ها رو کنار <تصفح> بزنی بهت انرژی بدن اینها پس آدمایی تو زندگیتون رو سعی کنید بهتر انتخاب کنید و دید خودتون رو از همه مهمتر و آدم خوبی بودن برمیگردونه میدونی من خیلی وقتا نمیگم آدم خوبی اما ولی خیلی کارو کرده بودم که فیدبک نداشت و خیلی رو مخم بود خیلی رو مخم بود و ولی فهمیدم که فیدبکش جای دیگه است که ما داریم اشتباه می‌بینیم پس حواستون به این داستان باشه دوستش هم شما بگم بهترین عید زندگیم بود بچه ها پایدار رو نزدیک دیدم اخصا ارفان چی که خیلی حس خوبی بود که کسی که بچگی آهنگاش خیلی گوش دادم الان می‌بینمش می کنسرت زد بازی رفتیم که واقعا چه حال و هوایی داشت چقدر جذاب بود حالا ابو بچه زدم یه سری برنامه که به خاطر حالا برنامه زیادشون و اینا نتونستیم رو در رو ببینیم سامویل که بر حال کنسرت آنتونز هم که کنسرت خفنی بود حالا گزارشش هم میاد و میبینید و میگن سالی که نکوس از بهارش پیداست بهار من که البته که توش یه سری دعو و هم بود ولی خب خوبیاش بیشتر بود پس یه سال خفن امیدوارم که داشته باشی و مطمئنم که داریم به بهار خفنی بودی که بهترین بهاران بود امیدوارم که بهترین بهارهای شما هم بوده باشه و کارهایی رو که دوست دارید هر هرچند کوچیک انجام بدید بهونه نیارید با تمام با همون امکاناتی که داری کار تو ببر جلو حتی میتونه یه گوشی باشه مثل خود من که کارمو با همین این شروع کردم و شاید اون اولش خیلی خودم خجالت میکشیدم به مثلا گفتم اون کیفیتش اوکی نیست اینا ولی نداشتم و مجبور بودم با همون شروع کنم شما هم همینطور با همون چیزی که دارید شروع کنید کمالگرایی رو بذارید کنار سعی کنید بهترین چیزی که میتونید بکشید با وسایل و امکاناتی که دارید بدید بیرون و عرضه کنید حالا تو هر شرایطی تو هر چیزی باشه با همون کمترین امکانات سعی کنید بهترینش رو اجرا کنید و بذارید و پافشاری داشته باشید روش که مطمئن باشید موفق میشید و این هم میگم فقط سواد فقط عشق مهم نیست سوادش هم سعی کنید توی راه به دست بیارید اگه ندارید یعنی همزمان هم, هم کارتون رو شروع کنید هم تو کار یاد بگیرید با همون امکاناتی که دارید این باعث که موفق بشید این از این خلاصه که امیدوارم کلی از این ویدیو انرژی گرفته باشید و عشق و حال باشه تون دم تمام بچه‌ها گرم که کنسرت گذاشتن و کلی پرچم رپو بردن بالا دم ارفان جیدال و چای وانتونز و همینطور زدبازی بازیگر مخصوصا ارفان که واقعا حس حال خوبی به به من داد میگم دیگه وقتی ازش جدا شدم و به سمت خونه داشتم با اون خستگی می اومدم تو مترو وایستاده بودم کلی چیز می اومد تو ذهنم و دمش کرد واسه یه تغییری تو زندگی من شد و همچنین بقیه رفیقام که دیدمشون تو استانبول سینا خوتن و پارمیده و کیارش و اینا که به شدت حس خوی انرژی زیادی به من دادن و کلی عوض شد چیزا توی درونم و خلاصه که آقا برو بریم امروز این ویدیو اول احتمالا میبینید بعدش که دو تا ویدیو دیگه داریم مریضم اما مهم نیست اگه شما رو اذیت نمی‌کنه حالا سرفه می‌کنیم که کات می‌کنیم ولی این صدام یکم گرفته دیگه فکر, فکر نمیکنم هم تا اونقدر تو میکروفون معلوم باشی ولی خلاصه عذر می‌خوام دیگه نمی‌شه که همکاری کنیم میریم واسه کار زیاد 1401 برو بریم امیدوارم که شما هم همیشه حالتون توپ خوب عالی و بم باشه و بزنید بتره کنید و همینطور امیدوارم که به زودی بتونیم کنسرت های با شکوهی که خارج از ایران داره برگزار میشه تو ایران ببینیم که برای اقتصاد اونم خیلی بهتره موریه توییت بال گاشته بود گفت کاش یه جزیره رو بیان منطقه آزادش کنن که بشه توش کنسرت و اینا گذاشت خیلی واسه چیز ایران خوبه بگو اقتصاد ایران این همه ارزی که داره خارج میشه و فلان و اینا خیلی هم شده از خارج بیان به هر حال اونجا به هر حال امیدوارم که اتفاقا بیفته دم گرم تا ویدیو بعدی سیو سون